صبح شما عزیزان بخیر. بخش ورزشگاه بامداد خوش است و جام جهانی فوتبال به حساس ترین مرحله اش رسیده، یعنی مرحله حذفی بخش کوارتر فاینال، که بزرگان جام جهانی تا به حال حذف شده میرن و دیشب هم برزیل حذف شد. خبرهای ورزش جهان آماده نشر است، با هم تماشا میکنیم و پس از او مهمان بسیار خوب را داریم که بحث را با ایشان ادامه میدیم. Uruguay have won their last seven matches. France are unbeaten in their last eight. The Group A winners facing the Group. مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با انجام دو دیدار پیگیری شد. در نخستین بازی از این مرحله تیم‌های فرانسه و یوروگوای به مسافه هم رفتند که رافائل واران در دقیقه چهلم توانست با ضربه سر نخستین گل بازی را به ثمر برساند و فرانسه 1-0 پیش افتاد. همچنان گریزمان در دقیقه 61 چانس خود را با شوت از راه دور آزمایش کرد که نتیجه بخش بود و با اشتباه دروازه‌بان تیم یوروگوای دومین گل فرانسوی ها به ثمر رسید. فرانسه با این پیروزی به نیمه نهایی صعود کرد. در دومین بازی تیم‌های بلژیم و برزیل مقابل هم قرار گرفتند که فرناندینیو با اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا بلژیم 1-0 پیش بیفتد. در دقیقه 26 لوکاکو شرایط گلزنی را برای تیمش فراهم کرد که کیوین دی بروین از پشت محوطه جریمه شوت دیدنی را انجام داد و بلژیم 2-0 از پر افتخارترین تیم تاریخ جام جهانی پیش افتاد. در ادامه برزیل فرصت‌های بی اندازه زیادی داشت تا به گل برسد، ولی تنها از یک فرصت در دقیقه 76 بازی آگوستو استفاده کرد و با ضربه سر اختلاف را به 1 رسانید. حملات برزیلی‌ها بسیار زیاد بود و در نتیجه این تیم از دور جام جهانی حذف گردید و بلژیم حریف فرانسه در نیمه نهایی شد. امشب هم دو دیدار انجام می شود که سویدن با انگلستان رقابت می کند و کرواسیا با روسیه به نبرد می پردازد. فدرر در آستانه 37 سالگی همچنان می درخشد. راجر فدرر اسطوره تنس جهان با دور چهارم رقابت‌های تنس ومبلدون راه پیدا کرد. راجر فدرر سوئیسی مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها لینارد سروف آلمانی را 3-0 در ست‌ها شکست داد و راهی 16 بهترین شد. 132مین دوره قدیمی ترین و سومین گرند اسلم فصل سال تنس از 2 جولای آغاز شده است و الا 15 جولای ادامه می‌یابد. در این تورنمنت 128 تنس باز برتر جهان حضور دارد و فدرر مدافع عنوان قهرمانی این رقابت هاست. الحاج عبدالستار مبارز، رئیس انجمن ورزشکاران ولسوالی پغمان با ما هستند. آقای مبارز، به برنامه خوش آمدید. تشکر. مغزو روشن کن از دانش که آرامی دل است، جسم را نیرو ده از ورزش که حمال سر است. راست باش و پاک با همه میهنان از مرد و زن، کان یک همچون برادر و این یک چون خواهر است. تشکر از شما، تشکر از تلویزیون طلوع، تشکر از شما و از همکارانتون که ما را دعوت کردین که صدای ورزش و به دوستا و برادرها برسند. تشکر از شما. شعر زیبایی را سرودین. در مورد افتتاح و همچنان فعالیت های انجمن ورزشکاران ولسوالی پغمان اگر صحبت داشته باشین که چند سال قبل در این ولسوالی ایجاد شد و همچنان در کدام رشته های ورزشی شما فعالیت میکنید؟ به نام خدا. سوال بسیار خوب. انجمن ورزشکارای ولسوالی پغمان از 17 رشته جور شده. 6 سال پیش جور شدند. بنیانگذارش هم همه استادا و دوستا بودند که در خود پغمان این ورزش ما تیت بود، در کوچه بود، در فخانه بود، در هر جای بود. یک ورزشکار با دیگه ورزشکار تماس نداشتن. هر ورزشکار را که میدیدیم میگفت مستم، اما او میگفت مستم. همی انجمن، همی دوستا و استازا، این مربی ها ششتن خیلی ببینن یک انجمن جور کردن که آله امو انجمن عبدرشته فعالیت دارن که شما در چندین جشنواره شما حضور داشتین، آمده بدین در پغمان که می جشنواره آخریش در قصر پغمان در قصر نوروزی در امیجا 7-8 ماه پیشتر بود، شما شاهد بوده باشید. بسیار خوب. شما در انجمنتان ملی پوشان ورزش هم دارین یا نه؟ بله بله. در کدام رشته ورزشی؟ در رشته پانکریشن، فوتبال، والیبال، همین چیزی که باشه.
تقریبا هم یه 17 رشته رو برای گفتم از کرکت گرفته و از همش چه ملی داریم بله چند ریم قهرمان های یعنی صاحب اماکن ورزشی مشخص هستین یا ایک نه؟ نیستیم نیست اگه آنها کوششی که ما داریم امیده داریم که یک جایی برای از این ورزشکارا یک جمنازوم یا یک چیز جور شود چندی بار تا تلاش کردیم اونجا محکمی سای بیچاره بسیار زحمت کشید تا زمین گرفتیم تا ریاست جمهوری رساندیم وزارت زراعت رفتیم شوروالی رفتیم اما متاسفانه که موفق نشدیم که یک کان ورزشی برای ورزشکارای پهمان جور کنیم اما مشکلی که دارن ورزشکارای پهمان همین گپ را دارن قرار بود ناصر حکیم زاده هم در برنامه با ما باشه فکر کنم در رابندی بند مانده در رابندی بند مانده او بند مانده از چالش هایی که بغیر از اماکن ورزشی است دیگه چی مشکلات وجود داره در بخش ورزشی انجمن شما ما یک وقت که خودم در این ورزش نبودم میگفتم این ورزشکارا شاید همین کل پول افغانستان یا کل پول پیش از همین باشه اما چون که ما حال داخلشان در آمدم همین استادا معلم صاحبا را مردم میگن که این واقعا سوام هستن خوار هستن ندارن ماش چیزا اما ما که داخل شدم در داخل ورزش خدا شاهد است بیچاره ترین مردم رو در ورزش من پیدا کردم ببینین ورزشکارای ما حدیجه میرن خارج از این ورزشکارای پهمان خود ما شما قبول بکنین که رفتن قزاقستان به مسابقه شما قبول بکنید که پدرش در شاروالی بود پیسیش قرض کرده پیسی تکت تیاریش داده رفته اوجا رفته دیگه ورزشکارای ما هر کدامش ما رفتیم ایده فهین کوریای شمالی را ما کوریای جنوبی را ما دیدیم که هر چیز ورزشکارایش در پشت موترش در سه موتر دو موتر دیگه تیار شدگی بود اما متاسفانه ورزشکار ما هستی که پول نداره و اتاق گرفتن میتونه خدا شاید در چمن خواب شده در پارکا استراحت شده اما در مو حالت هم باز هم از مدال قهرمانی را برای افغانستان کسب کرده آورده اما ما که سعی میکنم ورزشکار بسیار بیچاره است هیچ چیزی خدا نداره که برشون داشته این مشکلات خیلی زیاد داره. در بلسوالی که شما قرار دارین بزرگای سیاسی هم هستن حمایت میکنن ورزشکارا را نمیکنن چرا متاسفانه که در ارتباط آدمی باز دوستایی بوده هست یکان دوستایی داریم ممکن کمکشان میکنن اما ما شخصا خودم خواهش ما گپ ما همیست بار برشان گفتیم که ورزش را تقویه کنن ببینید در افغانستان ما دو چیز داریم یکی مسئله جهاد بود که روس اول قدرت دنیا را شکست داد دوم کس همین ورزش است دستاور که در 15 16 سال یا 17 سال که دو ورزش داره ما فکر نمیکنیم که هیچ چیز داشته باشه داره میگه اما متاسفانه که تشویق نمیشه متاسفانه که از نام ورزش مردم ها سوء استفاده زیاد میکنن در بخش ورزش هوایی هم فکر کنم در اواخر فعالیت هایتون آغاز کردین مخصوصا پاراگلایدینگ اگه صحبت داشته باشه در افغانستان اولین پرتابی که کرد انجمن ورزشکارای پغمان بود که شما شاهد بودین در این پغمان نوید پوپل اولین پرتاب خود در این جشنواره ورزشکارای پغمان انداخت که عالم خوشبختانه که فدراسیون از او به نام ورزش های هوایی افغانستان فدراسیونش رسمی شده این کلان یک افتخار برای ما و برای انجمن ولی پغمان است برای کل افغانستان است بسیار خوب پیام مشخص اگه برای ورزشکارا و همچنان کسایی که در ولسوالی تان ورزش میکنن چی است ورزش کنن ادامه بتن یا ای که کدام پیام دیگه داری؟ ما پیام ما همیست هر ورزش هر کسی که سن ورزش رو میارن کتاب ورزش رو بخوانن که ورزش کتابش که خان که فهمیدن که اینمی ورزش چینی ارزش داره امی قیمت داره هیچ وقت کار نمیکنه که او ورزش زیر سوال بره دوم ببینن که ورزش از کجا میایه به چه قد تکلیف میایه کدام استادمو میاره کدام مربیمو میاره بنیانگذار از این است او رو باید احترام بکنن که ورزش دیگه اخلاق ورزش یاد بگیره ورزشکار که ورزش یک چیزی خوب است که خدا نخواسته زیر سوال نمره پیام ما همیز برای ورزشکارا برای دوستایم بسیار خوب تشکر از اینکه تشریف آوردین آقای مبارز با شما با امید موفقیت های بیشتر ورزشکارای شما تشکر از شما تشکر از همکارایتون که ما را وقت دادن که دنیا دعوت کردید سلامت باشید خب بیننده های عزیز امشب دو بازی بسیار مهم جام جهانی انجام میشه که سویدن در برابر انگلستان ساعت 6:30 در مقابل هم قرار میگیره همچنان کرواسیا در مقابل تیم بسیار خوب روسیه که تا 8 تیم تونسته صعود بکنه قرار میگیره و ببینیم که امشب دو تیم که به نیمه نهایی راه پیدا میکنه کدام تیم هاست وقفه و ادامه برنامه را با همکارای عزیزم فراموش نکنید